سلام دوستان خب با دوره آموزشی الگوریتم سیمپلکس در خدمتتون هستیم همونطور که تو جلسه قبل دیدیم الگوریتم سیمپلکس یه روش گام به گامی بودش که با توجه به یک انجام یه سری محاسبات میدیدیم که جواب به هر تکرار بهتر شده یا نشده اگر دیگه امکان بهبود نبود میگفتیم جواب بهینه به, به دست اومده و این کار رو تکرار میکنیم تا به جواب بهینه به برسیم خب حالا این کار که ما تو جلسه قبل انجام میدادیم یه مقدار سخت بود اگر توجه کرده باشین نیاز بودش هی هر دفعه من تعداد زیادی از عبارات رو بنویسم و محاسبات رو انجام بدم و شاید بعضی از این محاسبات رو حتی لازمم نداشتم ولی مجبور بودم انجام بدم تو اون روش و خب این طریق اگر من بخوام از روی دست این کار رو انجام بدم و محاسبات رو انجام بدم سخت میشه قدیم که الگوریتم سیمپلکس رو اختراع کردن توسعه داده بودن نمیتونستن از این طریق مسائل بزرگ رو حل کنن و انسان ها باز روی کاغذ بر روی کاغذ این کار رو انجام میدادن به خاطر همین یک روشی رو ابدا کردن که فرمت جدولی الگوریتم سیمپلکس هست تو این فرمت علاوه بر اینکه اعداد به صورت شفافتر نوشته میشه و محاسبات راحتتر انجام میشه تنها محاسباتی که لازم هست رو بر اساس این فرمت انجام میدن و باعث میشه خطای انسانی هم خیلی کمتر بشه و انجام این محاسبات رو از طریق دست و بر روی کاغذ امکان پذیر میکنه خب ما به خاطر اینکه این, این فرمت جدولی دید خوبی رو به ما میده که الگوریتم سیمپلکس و چه قدرتی و چه کارهایی رو انجام میده تا به جواب برسه یکی اهمیت داره دو اینکه پشت خیلی از کارهای کامپیوتر میبینیم چه محاسباتی وجود داره علاوه بر اینکه حالا اون فرمت الگوریتم رو دیدیم توی این فرمت جدولی این کمک رو به ما میکنه که در واقع دید مناسبی رو پیدا بکنیم و از این لحاظ های از اهمیت هستش ما توی این جلسه این فرمت جدولی رو تعریف میکنیم نمایش میگیم به شما و یه مثال کوچیکی رو هم حل میکنیم تو جلسه بعد الان تو این جلسه دو متغیره هستش مثالی که حل میکنیم تو جلسه بعد یه مثال یکم بزرگتری رو حل میکنیم و بعد دیگه وارد نرمافزارهای مختلف میشیم مثل لکسل لیندو و حالا شاید گمز رو هم اینجا ببینیم ولی خب گمز شون بیشتر در واقع نرم هستش که مدل غیر خطی درجه دو و مدل غیر خطی در قابل حل از ریاضی رو حل میکنه احتمال داره واسه یه دوره جدا اون رو در نظر بگیریم اما این دو تا نرم افزار رو با هم کار میکنیم حتما اما قبل از اینکه وارد نرم افزار بشیم بریم فرمت جدولی رو با هم دیگه نگاه بکنیم خب همونطور که تو اینجا داریم میبینیم ما فرمت جدولی رو که بخوایم انجام بدیم از یک مثال بهتره بریم جلو که فرمت جدولی اون رو این مثال رو بخوایم حل بکنیم و تو فرمت جدولی ببینیم همونطور که یادتون هست تو هر تکرار الگوریتم سیمپلکس من یک سری از محاسبات رو واجب بود انجام بدم و اون هم یه چنین سیستم هایی بودش لازم بود این سیستم ها هر دفعه حل بشن خب فرمت جدولی باعث میشه که من فقط این کارهایی که لازم هست رو انجام بدم دیگه اینا رو خاطرتون هستش حالا یه مدلی رو در نظر بگیریم که میخواد زد که تا به هدف من هستش رو مینیمایز کنیم گفتیم که ماکسیمایز کردن هم شبیه همین مینیمایزه یه سری تفاوت کوچیک که الان باز هم توی الگوریتم با هم دیدیم من گفتم توی جدول هم میگم اگر ماکسیمایز بود چه تفاوتی داره خب اگر خاطرتون باشه Z مساوی بودش با یه زیگمای X آی اولین کاری که میکنیم اینه که Z رو اینجا نگه میداریم اینها رو میاریم این طرف معادله میشه منفی زیگما C مصاوی مساوی با صفر خب و این رو میبریم تو یکی از محدودیت ها و شبیه یک محدودیت در واقع دیگه مثل محدودیت ها مینویسیم دوم اینکه همونطور خاطرتون هستش ما مدلمون رو به دو قسمت تقسیم میکنیم یکی متغیرهای پایه ای و یکی هم متغیرهای غیر پایه که این طرف دست راست بود زد که دست راستش در واقع صفر هستش این میشه فرمت استاندارد سیمپلکس که پس از در واقع اضافه کردن متغیرهای کمکی به دست میاده چون الان مساوی حالت کوچکتر مساوی بوده و پس از اون حالت مساوی رسیده خب این میشه فرمت استاندارد سیمپلکس حالا وقتی که میخوایم جدول رو تعریف کنیم تو حالا فرمت جدول بنویسیم دقیقا این رو میاریم اینجا نها کنین این قسمت که سابجکت تو هستش رو اینجا نوشتیم فقط توجه که داشته باشین این جدول بر اساس ماکسیمایز نوشته شده این جدول بر اساس مینیمایز خب بریم جلو اینجا هر کدوم از این معادلات که خود تا به هدف جزش هست تو یک سطر نوشته میشه میبینین سطر سفرم با سه تا به هدف سطر یک محدودیت اول محدودیت دوم و محدودیت سوم پس در واقع من تا به هدف هم یک محدودیت به نام محدودیت صفرم در نظر گرفتم اینجا نمادش رو گذاشتم خب توی فرمت جدولی یعنی از اینجا به بعد فرمت جدولی هستش این رو در نظر بگیرین Z میشه زرایب در واقع اینجا زرایب توی محدودیت ها هستش تو تمامی محدودیت ها با توجه به محدودیت صفر دیگه پس من الان توی سر ستون های این جدول توی ستون های این جدول متغیر ها میذارم وقتی که Z رو هم یک متغیر در نظر گرفتم متغیر z x x4 و x5 این الان به صورت اون مثال است اینا رو میدونیم که متغیرهای کمکن که اضافه شده عناصر این جدول یا ماتریس پس اینجا متغیر ها متغیر ها توی سطرها که اینا باشن محدودیت هاست محدودیت صفر یک دو سه و غیره و توی اینجا متغیر z ذرایبش عناصرش قرار میگیرن خب عناصری که اینجا ذرایب z چی هستش توی محدودیت صفر یکه تو بقیه موارد صفره پس میبینیم که یه چنین چیزی هستش x یک چطور هست x1 منفی سه، 1 0 3 هستش منفی سه یک 0 3 پس تمامی عناصر رو اینجا من می نویسم و اینجا هم که می بینیم واسه اسلک ها یا متغیر های کمکی توی مثلا اولی توی صفر نداریم چون خود Z شبیه یه متغیر کمکی است و نیازی نداره چون مساوی است حالت مساوی بوده و من دیگه لازم نبوده متغیر کمکی اضافه کنم و خودش هم اگر توجه کنین ضریب یک داره و بقیه صفر هستن توی محدودیت یک x3 هستش که ضریب یک داره و بقیه حالت صفرن میبینین x4 هم همینطور اینجا یک هستش تو مدید دو بقیه صفره خب پس این شمایه کلی جدول تا اینجا بودش وقتی که متغیرهامم هم هم نوشتم جدولم و سطرش میبندم اینجا دست راست یا همون ب رو میذارم خب این هم شبیه متغیره دیگه ولی در واقع دیگه متغیر نیست چون اعداد ثابت هم. بی رو میذارم و عناصر دست راست رو اینجا قرار میدم عناصر دست راست من اینجا چی هم؟ خب زد مساوی صفر شده بود دیگه وقتی که زد رو برده بودیم این طرف مساوی صفر قرار دادیم پس صفر رو میذاریم چهار واسه محدودیت یک دوازده واسه محدودیت دو و هیجده واسه محدودیت سه پس متوجه شدیم که وقتی داریم جدولمون رو ایجاد میکنیم کافیه که من اینجا یه چنین جدولی بذارم توی این قسمت Z یه متغیر X1, X2, X3, X4, X5 دست راست یا همون به بالا متغیرها پایین محدودیت های من هست محدودیت سفرون که همون تا به هدف محدودیت یک دو و محدودیت سه عناصر اینها عناصری که اینجا وجود داره ضرایب متغیرها در محدودیت ها هستش ضریب یک صفر برای بقیه منفی سه یک صفر سه و همینطور خب الان این جدول رو که داریم در واقع این چجوری هستش هر کدوم از این متغیر ضبط در این بشه مساوی قرار بگیره میشه این عدد یعنی z ضرب در یک میشه z منهای 6x1 منهای 5 x دو به اضافه صف صف صف, صف مساوی هستش با صف دقیقا چیزی که اینجا هست خب پس اینها ضرب در هر کدام از سطرها اون محدودیت رو به ما نمایش میده خب این میشه شمای کلی این جدول حالا اینجا چی داره به من میگه؟ اینجا میگه نها که همین جدولی که تشکیل دادی بر اساس علائم و نمادها اگر بخوایم بنویسیم خب اگه توجه کنید این هم شبیه همین هستش دیگه اینجا محدودیت Z که Z همون تا به هدف است X بی چرا X بی؟ به این دلیل که نها اینجا Z زب داره در واقع اینجا محدودیت صفرم هستش که برای Z هستش محدودیت یکم اونایی که ضریبش یک هست اینجا و بقیه جاها صفر هستش میشه متغیر پایه ای که عدد گرفته یعنی اینا عدد الان ندارن اینجا این عدد نداره اینم عدد نداره x3 مساوی 4 خب در واقع اگر من z رو زب در این بکنم میشه صفر چون z در حال حاضر صفر مساوی این میشه x3 رو زب در این بکنم میشه یک مساوی 4 میشه خب اما اینا چون تو محدودیت های دیگه وجود دارن باید صفر باشن غیر پایه هستن خب نزید. پس در واقع اینها متغیرهای ای که گفتیم موازی یک محدودیت هست یادتون وقتی که تست مینیمم داشتیم میگرفتیم میگفتیم یه محدودیتی که بلاکینگ هستش رو پیدا می کنیم محدودیتی که باعث بلاک شدن متغیر میشه محدودیت پایه موازی اون رو در نظر می گیریم چرا موازی می گیم؟ چون x b که توی این محدودیت هست مقدار داره می گیره مقدار برابر با b داره میگیره خب اینجا هم همینطور اون محدودیت یک x 3 هست که الان اینجا داره مقدار میگیره گیره الان اسلک ها تو اولین جدول هستن که دارن عدد می گیرن. پس اینجا به جایی که بگم محدودت صفر یک صفر یک دو سه چار آخر x بی ها رو در واقع قرار میدم z x مثلا اینجا سه چار پنج خب وقتی که این کار رو میکنیم این اعدادی که اینجا قرار میگیرن چجوری هستن؟ در واقع اینجا داریم میگه اعداد زرایبه خب متغیرهای پایهی در سطری که زد وجود داره و صفر باشه زرایب متغیرهای پایی در سطری که زد وجود داره باید صفر باشه به چه شبیه خب و زرایب متغیرهای پایهی توی هر محدودیت ها توی محدودیت ها باید آی باشه آی یعنی چی یعنی من کاری ندارم چند تا محدودیت چند تا متغیر داری به همون تعداد باید صف یک صف به این به صورت آی باشه ماتریس واحد باشه مثل این حالت که میشه اینجا یعنی یک سبیه فقط یه ذره جاشون فرق کرده دیگه اینجا که گذاشته خب یعنی ماتریس آی هستش اینجا اینجا هم ماتریس صفره برای زد روی تاب هدف محدودیت تاب هدف باید یک باشه که یک هست اینجا هم میبینین و بقیه واسه XB ها باید صفر باشه بردار صفر باشه که هست خب تو بقیه جاها چجوریه؟ خب اگر متغیر متغیر های پایه دیدیم متغیر غیر پایه که الان تو جدول اول متغیر غیر پایه اینا هستن دیگه زرایبشون تو سطر تا به هدف یا محدودیت تا به هدف برابر با سی بی بی منفی یک ان منهای سی انه در واقع چیه اگر یادتون باشه اون معادلهی که داشتیم زد جی منهای سی جی خب یعنی این دوتا یعنی الان این یکی میشه زد 1 منهای سی یک و این یکی هم z2 منهای c2 که برابر با c بی, بی منفیه منفی 1 n n چیه زرای متغیر غیر پایی در محدودیت ها یک 0 0 2 3 2 هستش این این البته b منفی n که این در ضرب شده دیگه خب بذارین اینجا بذارم خب منهای Cn ان ان که همون سی میشه اینجا اینجا میشه آی جی دیگه یادتونه Cb بی بیمنفی ی ان چون داریم ماتریسی اینجا میگیم اینجا اگر بگیم zیc1 z1c1 z 2 c2 میشه Cb بی بیمنفی یک آی 2 در واقع منهای c 2 که اگر بخوایم محاسبه کنیم البته من سی بی بی منفی یک رو ندارم اینجا ولی حالا میشه سی بی بی منفی یک آدو چیه؟ آدو ضرب متغیر x دو اینجا میشه صفر دو دو صفر دو دو منهای سی دو سی دو هم که منفی پنجه منهای منفی پنج خب نزید <applause> پس الان متوجه شدیم این که اینجا همون زد جی من های سی جی ها هستن این قسمت چیه؟ یعنی ذرایبی که عناصری که زیر متغیرهای غیر پایه‌ای تو محدودیت ها هستن برابر با بی منفی یک انه خب بی منفی یک اینه من اگر بخوام بی منفی یک رو به دست بیارم اینجا در واقع بی منفی یک این مساوی شده با یک صف سف سف دو دو درسته پس توی اینجا چون من میدونم الان تو مرحله اول بی منفی یک همون آیه خب این میشه همین تو هر جدولی که هستیم از این طریق مثلا میتونیم بی منفی یک رو هم به راحتی به دست بیاریم خب این میشه تفسیر کلی میمونه یه قسمت دیگهش بذارین اینم بگم تو هر تکرار این یعنی در حال حاضر بیه چون جدول اوله توی جدول این دست راست دیگه تو هر جدولی در واقع همون بی باره بار, بی بار مص... یک میشه همون بی B بار دو دیگه میشه B منفی یک B بی... که دفعه اول به دست میاریم و این الان اینجا داری این رو به من نشون میده یعنی اعداد زیر دست راست میشه B بار اون عددی که توی سطر تا به هدف هست میشه C B B منفی یک B که مساوی همون زده و... که تو جدول اول میشه صفر تو جدول بعدی که به دست میاد سی بی بی منفی یک بی که میشه سی بی بی بار در واقع دیگه خب یا میشه دبلیو بی بودش سی بی بی منفی یک بی اون فرق داره دبلیو باشه خب چرا دیگه میشه دبلیو بی اینجا دبلیو هم داره خب پس این الان فرمت کلی جدول بود حالا با یه مثال باز خیلی واضح تر میشه چون الان مثلا با پارامتری خواستیم تعریف کنیم یه ذره شاید گیج کننده بود ولی خب لازم این مفاهیم رو بدونین مخصوصا حالا با تستهای تستای کنکور یا امتحان هایی که توی دانشگاه میگیرن ازتون این مفاهیم خب مهم هستش اما باسه حل یه چنین چیزی خب خیلی باز راحت تره نیازی نیستش خب ما میخوایم الان یک مثالی رو با هم دیگه حل کنیم که جدول اول رو توش تشکیل بدیم و اون مثال رو از طریق جدول حل کنیم خب وقتی که یه مثال رو به ما میدم مثل این میگه مینیموم کنین x1 به اضافه x2 منهای 4 x با سه تا محدودیت که محدودیت ها همه کچیتر مساوی یادتون باشه حالا آره من تو مثال بعدی محدودیت هایی که میدم دیگه به این راحتی نیست که کوچیکتر مساوی باشه خب که یه ذره مثلا بگیم ببینیم چی کار باید بکنیم اما بعد از اینکه من مثال جدول رو حل کردم و نرم افزار هایی که از این سیمپلکس استفاده میکنیم توی اکسل و لیندو رو با هم دیگه کار کردیم میریم سراغ این موارد مختلف مثلا اگه اینجا به جای مساوی بزرگتر مساوی بود چی کار کنم اینجا اگه به جای مینیمم ماکسیمم بود چه اتفاقی میافته اینجا اگر کوچیکتر مساوی صفر بود چی کار باید بکنم تحت این شرایط چه کاری باید با انجام بدیم رو یه نگاهی با هم میکنیم خب پس الان حالت استاندارد ساده رو داریم میبریم جلو که میخوایم جدول حل کنیم واسش پس حس معایه‌ی مسئله دارم x1 به اضافه x2 منهای 4x x1 به اضافه x2 2x کوچکتر مساوی 9 x1 به اضافه x2 منهای x3 کوچکتر مساوی 2 منفی x1 x2 به اضافه x3 کوچکتر مساوی 4 اولین کاری که باید انجام بدیم چیه متغیرهای کمکی رو اضافه کنیم بهش متغیرهای کمکی چیا لازم داریم اینجا یه دونه x4 اینجا یه دونه x اینجا در واقع لازم دارم یه دونه واسه این لازم دارم و یه دونه هم واسه این بزه هر محدودیت پس اینا رو اضافه میکنم چجوره تا به هدف اضافه میشن؟ با ضریب صفر صفر x4 صفر x5 و صفر x6 به تا به هدف اضافه میشن به اینجا چطور فقط یه دونه شون که اونی که مربوط به اون هست ضریب یک داره بقیه ضریب صفر دارن یک x4 به اضافه صفر x5 به اضافه صفر x6 مساوی 9 اینجا همینطور x4 دیگه صفره واسه این x5 یکه و x6 صفره که مساوی دو میشه صفر صفر و یکی اینجا هستش که مساوی چهار میشه خب الان این فرمت استاندارد من شد که میخوام سیمپلکس رو باش حل کنم من هدفم مینیمم سازیه همه به صورت مساوی هستن متغیرهای کمکیم هم اینجا وجود داره همه اینها هم بزرگتر مساوی صفر هستند و میتونم از روش استاندارد الگوریتم سیمپل اکس استفاده کنم بیاین جدول رو تشکیل بدیم اولین کاری که میکنین اینجا یه دونه خط اینطوری میکشین وقتی خط گذاشتین اینجا x بیایه من هستن یعنی زیر این متغیرهای پایه قرار میگن یه مقدار این جدلی که الان میکشن با چیزی که دفعه قبل دیدین یه کوچولو فرق داره این چیزی هست که ما خودمون توی دانشگاه اون موقع یاد گرفته بودیم و خیلی ساده هستش و تو ایران اکثرا اینطوری حل میکنن حالا اون تو کتاب بازه رو شاید مثلا زد رو بالا بکشه اینجا بذاره یا تو یه کتاب دیگه زیاد تفاوتی نداره حالا تو جدول بعدی بهتون نشون میدم که چرا راحت داره ولی اینجا واقعا راحت تر اینطوری هستش که از این طریق جدول رو بکشیم و حل کنیم ولی اگر یه جا دیدین که مثلا این بالا زد رو کشید یا شکه نشین خب خب بریم جلو x بی رو میذاریم اینجا یعنی زیرش متغیرهای پایه‌ای باید قرار بگیرن که متغیرهای پایه‌ای تو جدول اول برابر با اسلک ها هستن درسته اسلک x4 اولیش میشه واسه محدودیت اول مربوط به محدودیت اوله مربوط به محدودیت دوم x5 محدودیت سوم x6 خب و دوباره یه خط میکشم z رو اینجا قرار میدم گفتیم z چجوری میادش پایین این z مساوی این هستش در واقع من نوشتم z منهای x1 منهای x2 به اضافه 4x3 و حالا اینا که صفر هم منهای 0 x4 منهای 0 x5 منهای 0 x6 مساوی با صفر یعنی زد مساوی اینا رو بردم اون بر پس مکوس منفی زرایب میاد اینجا توی جد و زدش قرار میگیره میشه منفی x1 که منفی یک هستش منفی x منفی یک x2 مثبت 4 تا x و بقیه صفر و خود z هم صفره پس این خط رو میکشیم رو هم میزه خب این متغیر پایی و اینم محدودیت z من که اینجا قرار دادم و اینا رو گذاشتم یه خط اینجا میکشم که اینجا مقدار z من هستش اینجا میام اول RHS رو میذارم خب یعنی دست راست به ازای محدودیت اول من مقدار دست راست 9 هستش به از محدودیت دوم من که متغیر پایش x 5 مقدار دست راست دو هستش و به ازای x 6 برابر با چاره اینا رو اینجا بینیسم و این بالا مت... کل متغیره هامو بر اساس هندیسش از x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 و x 6 قرار میدم باید توجه داشته باشین کاری ندارم حالا ممکن تو امتحان تست کنکور خب ممکنه اذیت بکنن یه مقدار و بگن آقا این جدولش نامرتبه ترتیب بدین اندیس یاد مهم نیست مهم اینه که آقا من اینجا از اولین متغیرم که شروع کردم یعنی اینجا که رفتم متغیرهای اصلی من قرار دارن تا x3 اینجا کمکی هن. کمکی ها در جدول اول پایه ای فقط تو جدول اول میتونن حتما پایه ای هستن و اصلی ها در جدول اول غیر پایه ای خب بنابراین کمکی ها زرایه بهشون همونطور که تو محدودیت ها وجود داره آی هستش یعنی ماتریس واحده و اینها هم برابر با زرایه محدودیت هایی که بود خب پس اگر من میخوام اینجا بکشم به ادامه بدم بر اساس x یک ذرایبش تو محدودیت ها میشه یک یک منفی یک x دو میشه یک 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 و x سه, سه میشه دو منفی یک مثبت یک x چار یک سف سف 5 صفر یک صفر و x 6 یک خب جدول اولمون تشکیل شد یعنی جدول اول ما هستش حالا چیکار باید بکنیم باید بیایم این رو بهبود بدیم یعنی زد من صفره آیا بهبود پیدا میکند یا خیر اگه خاطرتون باشه ما اینجا اومدیم گفتیم اینها زد جی منهای سی جی هستن هر کدوم از اینا درسته و اومدیم گفتیم اگر زد جی منهای سی جی وجود داشت که بزرگتر از صفر باشد آنگاه بهبود حاصل خواهد پس گفتیم ماکسیموم آنها رو انتخاب بکن اونایی که بیشترین بهبود رو خواهد داد ماکسیمومش رو انتخاب بکن بگوی متغیر ورودیه خب یعنی ماکسیمومه x3 زیر x3 هستش دیگه میگه آقا اینی که ماکسیموم هست این x3 میتونه بهبود بده اینجا پس این رو به عنوان متغیر ورودی انتخاب میکنیم میگه ورود پیدا کن خب حالا که اینو ورود پیدا کردیم اگر یادتون باشه من میگفتم حالا متغیر خروجی کدومه اونایی که وای کا بخشی ب بار تقسیم بر وای کا باشه گفتیم این آرچس دست راست اینا ب بارن دیگه تو دفعه جدول اول بیان و همون ب و تو جدول مختلف ب و اینها هم آی دیگه که تو هر جدول تکرار جدول در واقع همون وای های من هستن پس باید این رو تقسیم برای این کنم با ازای ماتریس کا ایکس که انتخاب کردم پس میشه چی میشه 9 تقسیم بر دو دو تقسیم بر منفیه، گفتی منفی ها قبول نیستن چون میگه آقا تا منفی بینهایت میتونی بری پس منفی اینا قبول نیستن چهار تقسیم بر یک کوچکتر مساوی یک ها قبول نیستن نه تقسیم بر دو میشه چهار و نیم این که زبدره هیچی و چهار تقسیم بر یک میشه چهار مینیموم اینا رو انتخاب بکن مینیموم اینا کدوم این چهار است برابر با این یک این دو بخشی. این یک و این دو دیگه درسته اینکه که هیچی وجود نداشتش در خب میگه اینه که مینیمومش انتخاب کردی اندیس متغیر پایهیه آره آرش یعنی چندمی متغیر انتخاب کردی دومی رو انتخاب کردم دیگه خب یعنی ایکس بی دو x بیه دو کدومه میشه این یک این دو این سه اینه پس این متغیر ببخشید این زبدره باید در نظر بگیرم حواسم نبودش اینکه که زبدره این میشه دو این میشه سه در من درست کنم x4 x5 x6 خب این که هیچی قبول نیست این میشه سومیه پس این x آر من آر من 3 هستش و x b 3 باید خارج بشه پس میام اینجا این که یک این دو این سه محدودیت سوم x b سوم که موازی اون میشه x6 این باید خارج بشه پس اومدم انتخاب کردم که x3 وارد بشه و x6 خارج بشه حالا بعد به روز رسانی انجام بدم چطوری به روز رسانی انجام بدم؟ به این طریق میام دقیقا یه جدول دیگه میکشم زیر همون جدولم ما همون جدول یک منه که اومدم 4 رو انتخاب کردم و 6 رو گفتم بعد خارج بشه x6 رو حالا اینجا رو در نظر نگیرید بذارین من اینجا رو کلن اینطوری کنم که نبینین خب اینطوری بوده دیگه خب این یعنی اون جدول من بود دیگه من وقتی که این رو انتخاب کردم باید به روز رسانی انجام بدم میام دقیقا زیر این جدول خودم ادامه شو که میخوام بدم یه خط میکشم میگم جدول بعدی جدول دوم خب تو این جدول دوم دوباره میام میگم که اوکی این که اینا تغییر نمیکنه ایکس های من همیشه هست آرشس من هم که هست تنها چیزی که عوض شده ایکس پایه من تغییر کرده دیگه و ایکس غیر پایه من که ایکس غیر پایه جزء همین است. میام اینجا می نویسم ایکس 4 که همونه ایکس 5 همونه ایکس 6 رفته بیرون ایکس 3 اومده ایکس 3 میذارم اینجا یه خط میکشم زد منم میذارم اینجا حالا که زد رو گذاشتم اینجا من یه چیزی مشکیشو بیشتر کنم خب میام دوباره اعداد رو تکرار میکنم فقط از کجا شروع میکنم بذاریم به جایی که اینا رنگیش بکنم بیام جدا واسهتون بنویسم خب پس اومدم اینجا خط رو انداختم یعنی اینجا بیاین ادامهش اینجا میشه دیگه اینطوری در نظر بگیر خط رو انداختم یعنی جدول این بالا جدول یک من بوده دیگه خب کاری ندارم یعنی اینجا جدول بعدی گفتم که x4 وجود داره x5 وجود داره و x6 که جاش عوض شده شده x3 یعنی x6 رفته بیرون x3 اومده خب حالا اینجا x های من که این بالا بوده دیگه x1, x2, x3, x4, x5 و x6 اینجا هم که آرش اس من بوده خب اینا از جدول قبلی بودن بالا چیزی که اول باید انجام بدم گفتم که وقتی که یه متغیر غیرپایی وارد پایه میشه تمام ذرایب محدود ذرایبی که تو محدودیت ها داشته باید صفر بشن به جز اون محدودیتی که عدد داره میگیره توش کدوم محدودیت داشت عدد میگرفت یعنی اینا که عدد نگرفته توی این محدودیت که ورودی خروج یعنی خارج شده یعنی محدودیت سومه که داره عدد میگیره پس اینجا این داره که وقتی پایه میشه اینا همه باید صفر باشن این باید یک باشه حتی این هم باید صفر باشه پس میام اینجا قرار میدم اینجا باید صفر باشه اینجا هم باید صفر باشه اینجا باید یک باشه و وقتی که اینجا زده این هم باید صفر باشه این رو اول قرار میدم خب وقتی این رو قرار دادین باید تمامی این سطر و ستون هایی که مابقی رو بر اساس این ایجاد بکنین یعنی باید کاری بکنین که این ماتریسی که اینجا هست این سطرش به این تبدیل بشه بر اساس اعمال ریاضی خب ما میگیم که آقا این سطر اینجا باید یک باشه اینجا از قبل یک بوده پس هیچ تغییری نمیکنه همون یک رو قرار میدیم میشه منفی یک یک صفر صفر یک و چهار همون رو قرار میدیم اینجا خب این از این بعدی باید صفر بشه در واقع من دارم عملیات ماتریسی انجام میدم اینجا اگر یادتون باشه مثلا ما توی دبیرستان وقتی میخواستیم سیستم ماتریسی حل بکنیم میتونستیم سطرها رو زب در یه عددی بکنیم با بعدی جمع بکنیم خب میتونیم مثلا این یکی رو زب در پنج بکنیم با این یکی جمع بکنیم فرقی نداره به اینا میگن عملیات ماتریسی اینجا هم داریم عملیات ماتریسی انجام میدیم خب پس اینجا عملیات ماتریسی لازم نبود انجام بدیم لازم نبود کاری بکنیم خودش یک بود از قبل فقط کافی رو بنویسیم حالا این باید به صفر تبدیل بشه یعنی اینجا که من منفی یک دارم این باید بشه صفر چی کار باید بکنم بشه صفر من میتونم این سطر رو با این سطر جمع کنم جمع این دوتا سطر میده صفر و بذارم جای این سطر یعنی در واقع من اومدم گفتم یک با منفی یک میشه صفر اینجا باسه بقیه اعدادم همین کار رو باید بکنم منفی یک با یک میده صفر یک با یک میده دو یک با منفی یک داده صفر صفر با صفر میده صفر صفر با یک میده یک یک با صفرم میده یک چهار با دو میده شیش حالا بعدی چی؟ این هم باید صفر باشه یعنی این هم باید به صفر تبدیل بشه اون وقت باید چی کار بکنم؟ بعد این سطر رو ضبط در منفی دو بکنم این ضبط در منفی دو بکنم با این یکی جمعش بکنم اضافهش کنم به این یکی پس اگر من این سطر رو در منفی دو کنم این میشه مثبت دو با این جمعش کنم اینجا میشه سه منفی دو در یک میشه منفی دو با یک جمعش کنم میشه منفی یک منفی دو در یک میشه منفی دو با دو میکنه همون صفری که میخواستم صفر در منفی دو میدونه صفر با یک که همون میشه این هم در صفر میشه صفر با صفر میشه صفر و منفی دو در یک میشه منفی دو با صفر میده منفی دو خب و در آخر منفی دو در چهار میشه منفی هشت با این جمعش کنم میده یک تنها سطری که میمونه هنوز سطر زده که درستش نکردم سطر زده هم باید طوری درست کنم که این بشه صفر یعنی چی؟ یعنی این چاره به صفر تبدیل بشه خب پس باید چی کار بکنم؟ منفی چهار برابر این سطح رو ضرب کنم با Z جمع کنم منفی چهار در منفی یک میده چهار با منفی یک میده سه منفی 4 با یک میشه منفی چهار با منفی پنج میشه من منفی یک میشه منفی پنج منفی چهار در یک میشه منفی 4 با 4 میشه صفری که میخواستم این در صفر 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 در صفر صفر در صفر منفی چهار با یک میشه منفی یک با صفر میده منفی چهار و در آخر منفی چهار در چهار میده شونزه با این صفر جمعش کنم میشه منفی شونزه خب جدول بعدی هم ساخته شد و به جدول بعدی رسیدیم الان حالا باید چیکار کار بکنیم؟ بگیم آیا این جدول بهینه هست یا خیر؟ دوباره میام اینجا نگاه میکنم توی زدم آیا مثبتی وجود دارد یا ندارد بله دارد این سه مثبته و پتانسیل یعنی باید کاندید ورود به جد پایه هستش این x یک من که زیر x که میتونه بهبود ایجاد بکنه این رو بعد انتخاب بکنم و اون ورودی این انتخاب کردی کدوم خارج بکنم یه کدوم از اینا باید خارج بشه بلتب x نمیتونه باشه چون تازه وارد شده بعد چیکار کنم برو تقسیم بر این سطح بکنم یعنی بیام بگم یک تقسیم بر سه 6 تقسیم بر صفر چهار تقسیم بر منفی یک اینها که موجه نیستن این موجه نیست اینم موجه نیست چرا چون صفر اینم منفیه میمونه کدام میمونم یک سوم که از همه هم در واقع کوچیکتر میتونیم در نظر بگیریم پس میشه R مساوی یک در نتیجه X B R X یعنی در واقع متغیر پایه اول باید خارج شود متغیر پایه اول کدومه X X4 پس این باید خارج بشه خب وقتی که این کار رو میخوایم بکنیم دقیقا زیر همین جدول دوباره میتونیم بیایم بنویسیم x4 رفت بیرون به جاش x1 اومد x5 تغییر نکرد x3 تغییر نکرد خط z اینجا من میخوام چیکار کار بکنم من میخوام این x1 که وجود داره اومده تو پایه به محدودیت اول تو همه موارد صفر باشد به غیر از اون محدودیتی که عدد داره میگیره x یک و باید این جدول اینجا تکرار دو رو به این تبدیل کنم خب برای این کار چیکار باید بکنم برای این کار اول از همه این سه بیاین اینجا نها کنین این یعنی سه اینجا خب من میخوام این بشه بشود یک در نتیجه این سطر باید ضبط در یک سوم بشه یا یک سوم رو ضرب در این سطر کنم ضرب میکنم این میشه یک این میشه منفی یک سوم این که صفر این یک ضبط در یک سوم میشه خود یک سوم صفر منفی دو سوم و یک سوم خب واسه پنچی که میخوام به صفر تبدیل بشه این یک صفر اینجا خودش صفر بوده نیازی نیست کاری بکنیم پس خب همون سطح رو تکرار میکنه صفر دو صفر صفر یک یک و شیش سطر بعدی x3 منفی یکه میخوام به صفر تبدیل بشه چیکار باید بکنم باید این رو در یک سوم رو ضبط در این به سطر بکنم با این جمع کنم یعنی به این اضافهش بکنم خب که در واقع میشه یک سوم در سه میشه یک یک به اضافه منفی یک میده صفر یک سوم در منفی یک میشه منفی یک سوم به اضافه یک که میشه یک منهای یک سوم میشه دو سوم و یک سوم در صفر که صفر با یک جنبش خودش میشه یک یک سوم در یک میشه یک سوم با صفر جمع کنیم میشه یک سوم یک سوم در صفر میشه صفر با صفر جمعش کنیم میشه صفر یک سوم در منفی دو میشه منفی دو سوم به اضافه یک میشه منفی دو سوم به اضافه سه سوم میشه یک سوم و در آخر یک سوم در یک میشه یک سوم به اضافه چهار که میشه یک سوم به اضافه دوازده سوم میشه سیزده سوم خب این سطرم ساختم و اما سطر زد باید به صفر تبدیل بشه این در واقع من لازمه باسه این که این رو به صفر تبدیل کنم منفی یک برابر این سطر رو به این سطر اضافه کنم پس میشه منفی سه با سه میشه صفر منفی یک با منفی یک میشه یک منهای پنج میشه منفی چهار منفی یک در صفر به اضافه صفر که صفره منفی یک در یک میشه منفی یک به اضافه صفر منفی یک در صفر صفر به اضافه صفر صفر منفی یک در منفی دو میشه دو منهای 4 میشه منفی دو منفی یک در یک میشه منفی یک به اضافه 16 میشه منفی 17 خب میام چک میکنم باز منفی 17 منفی 17 میام چک میکنم باز که آیا توی این سطر زده من عددی وجود دارد که مثبت باشد خیر همه منفی همه کوچکتر مساوی صفر اینطوری بهتر بگم در نتیجه جدول من بهینه است وقتی که جدول بهینه باشد این x1 x5 x3 که پایه هستند x استار یا مقادیر بهینه من هستن یعنی x1 مساوی با این بی بار من درسته که میشه x1 استار مساوی با یک سوم x1 5 برابر با 6 x3 برابر 13 سوم و z برابر با منفی 17 یعنی زد من از صفر کاهش پیدا کرد تا منفی 17 خب این میشه جواب بهینه مدل من منفی 17 با این x ها کدوم یکی از این ها کمکی بودن x 5 کمکی بوده تا اونجا که یادتون باشه در واقع من این رو خودم اضافه کرده بودم تو مدل نبودش مدل چی بودش گفته بودش x1 x2 و x3 رو طوری به دست آورید که بشود کمترین مقدار رو به دست بده x1 که من بس به دست آوردم یک سوم x2 میشه صفر x3 میشه سیزده سوم x4 در واقع صفر x5 هم که به دست آورده بودم 6 و x6 هم هم صفره اینا غیر پایه هستند و زد من در اومده منفی 17 خب دوستان این طریقه حل از روش جدول بود امیدوارم که مفید واقع شده باشه واسهتون با تو جلسه بعدی ما یک مثال یکم بزرگتر رو میاریم و دیگه این جدول رو نیوردم خودمون میایم از ابتدا حل میکنیم و به جدول نهایی میرسیم و بعد ج... جواب رو اضافه میکنم یعنی تو مرحله بعدیش جواب رو توی اسلاید بتون نشون میدم یه مقدار بیشتر متغیر داشته باش و مثلا بتونیم تعداد بیشتری جدول بریم که با محاسبات و اینا بیشتر آشنا بشین تو جلسه بعدی ممنونم از توجهی که داشتین خدا نگهدار